درود بر بینندگان تلویزیون آیدیا، این بازوی رسانه‌ای اندیشکده دموکراسی برای پیشبرد آموزش. من الله‌یار کنگرلو هستم و این برنامه تالار همبستگی شماره 131 با عنوان کلی مانیته، مدرنیته و گذار به دموکراسی هست و در این هفته روز 25 اوت و آگست 2023 همراه با پروفسور جلال ایجادی بخش 19 به عنوان نقش هنر در فلسفه اصالت انسان رو با شما گفتگو میکنیم. پروفسور ایجادی خیلی خوش آمدید. درود بر شما جناب آقای کنگلوی گرامی، امیدوارم که تندرست باشید و همچنین درود به همه ملت ایران به لحاظ تمام مبارزاتی که کرده و میکند و همچنین از اونجایی که ما در آستانه یک خیزش های جدیدی هستیم و اینکه به هر حال یک قرار مهمی داریم که در 16 سپتامبر باید اجرا بشود، به هر حال به همه این عزیزان نیز میگویم که ما با شما هستیم، در خدمت شما. بله، منم حرفی که شما زدین رو تایید میکنم. ما در آستانه یک خیزشی هستیم که میتونه در حقیقت همه حرفایی که ما داریم تو این برنامه میزنیم رو به منصه واقعیت برسونه. اومانیسم، مدرنیته، این خیزش واقعا در راه آوردن مدرنیته به کشور ما هست. در انتهای 120 سال، بیشتر از 120 سال مبارزه بیامان ملت ایران، ما در برنامه‌های گذشته درباره اومانیسم، اون چیزی که به فارسی میشه شاید انسانگرایی یا اصالت انسان ترجمهش کرد، اعتقاد به فلسفه تعبیه و کارگزاری پتانسیل‌های کسب مهارت در هنر، دانش، ورزش، فلسفه و دیگر زمینه‌ها در انسان هست و اینی که این پتانسیل‌ها در انسان وجود داره و این قابلیت‌های درخشانی که انسان داره به دلیل اینکه انسان یک پیوندی یا پیوستی با نهادهای الهی داره نیست، بلکه به خاطر پتانسیل‌هایی هست که طبیعت درش تعبیه کرده. در مسیحیت هنر نقاشی و مجسمه‌سازی از شخصیت ها و مراسم مذهبی بسیار به رواج این هنر در قرون وسطا کمک کرد. در دوران وسطا، قرون وسطا، هنر بیشتر مذهبی و بسیار شاید بتونیم بگیم سیاه بود و به جای اینکه زیبایی های طبیعت یا تصورات انسان ها رو به نقاشی بکشه و به نمایش بذاره، بیشتر درجه الوهیت انسان به تناسب اعتقادش رو به تصویر میکشید. شما اگه به نقاشی و مجسمه سازی های اون موقع نگاه کنین، همیشه تصویر و مجسمه مسیح در بالاترین جای نقاشی، در بالای سر اصحابشه و پایین ترین و بعدن درجه بعدی اصحابشن و پایین ترین سطح این تصاویر و نقاشی ها متعلق به فقرا و بیمارایی بوده که هنرهای تجسمی واقعا مال اون عصر اینا رو واقعا به این شکل تفکر مذهبی رو پیش از رنسانس تفکر مذهبی رو نقاشی و هنر و مجسمه سازی این شکلی استحکام سازی میکرده، ساختار قدرت در جامعه و کلیسا رو در ذهن مؤمنین و پیروان مذهب، و این استحکام سازی هنر نقش بسیار مهمی داشت. به همین خاطر بود که هنر رو کلیسا حمایت میکرد، به خاطر اینکه هنر واقعا کاری برای اینکه به چالش بکشه قدرت کلیسا رو نمیکرد. رنسانس و فلسفهش که اومانیسم هست، یه کار دیگه ای کرد. ایده قابلیت انسان در اراده و اداره ذهنش رو به جای برده آفریدگار بودن و آفرید. این ایده پتانسیل فرد انسان رو در نقاشی ها و مجسمه سازی های بسیار زیادی که پس از رنسانس کشیده شدن و ساخته شدن به منصه نمایش در آورد. در نقاشی های داوینچی، میکلانج، رافائل، دوناتلو، بوتیچلی، وچلیو و ال گریکو، یک نمودی از فردیت و زیبایی های بدن انسان به نمایش گذاشته شدن که بسیار متفاوت بود با نقاشی ها و مجسمه سازی ها و هنر پیش از رنسانس.
که به نظر می رسید که اهمیت فرد فرد انسان ها رو این نقاشی های و این مجسم سازی ها داشتن نشون میدن. انگار که انسان به مهارت جدیدی که قابلیت دیدن زیبایی های ساخته طبیعت بود و پیدا کرده بود بعد از رنسانس. بنابراین میشه گفت که هنر پیش از دستیابی علم به قابلیت های خداگونه انسان تونست به جنبه های مادی حیرت انگیز بدن مثل تقاران، مثل تکنیک هایی که به کار بردن بعدا در نقاشی، مثل اون چیزی که بهش میگن لینیر پرسپکتیو یا پرسپکتیو خطی، که قابلیت توهم عمق رو، یعنی در یک صفحه دو بعدی اجسامی رو میکشیدن که به نظر میرسید سه بعدیه، یعنی توهم عمق رو در روی صفحه مسطح بوم نقاشی ایجاد میکردن. اگه شما به نقاشی های قبل از رنسانس نگاه کنین، تمام نقاشی ها دو بعدی هن، روی بوم دو بعدی نقاشی دو بعدی کشیده شده. و به قدری این نیاز به دریافت جدید پیام رنسانس و اومانیته و مدرنیته به قدری در انسان ها، در هنرمندها قدرت خلاقیت ایجاد کرده بود که این یک ابداعات جدیدی کردن که واقعا این پرسپکتیو خطی و قابلیت سه بعدی کشیدن یکی از اوناست. وقتی که از طریق هنر به این شکل انسان از قل و زنجیر خرافه و ترس از مذهب واقعا رهایی یافت، ذهن انسان شروع به پرواز در خلق زیبایی هایی که در نزدیکی به واقعیت یا حتی ورای واقعیت میتونست عمل بکنه شروع کرد به همچین کارایی کردن، شروع کرد به پرواز کردن در یک دنیایی که ورای موجودیت های مادی هم حتی بود. این توانایی بیشتر اعتقاد به قدرت و توانایی های فرد رو مستحکم کرد، نه جایگاه خدا روی زمین رو. همونطوری که قرن 18 هم آغاز شد، یواش یواش به خاطر این گذار نور خدا کم سوتر و نور خرد درخشانتر شد. در این دوران هم یه اتفاقای دیگه تو بقیه قسمت های هنر هم افتاد. موسیقی، توی موسیقی آدمایی مثل هنرمندانی مثل موزارت، بتوون، باخ، هایدن، هندل، روسینی، شوبرت، برلیوز، ویوالدی و دیگران بر قابلیت های فرد در خلق آثار هنری که انسان رو سرشار از احساسات ملکوتی و ربانی که با همه احساسات مذهبی گذشته رقابت می کرد و برای اون میرفت، آدم رو این همچین قابلیت هایی به انسان داد. انسان از طریق هنر هر روز، ما داریم الان از رنسانس به این طرف داریم میبینیم که انسان از طریق هنر هر روز آزادتر و رهاتر میشه و اون موقع هم دیدن که داره آزادتر و رهاتر میشه و رهایی واقعی از بند خرافه‌ای که مرکز قدرت رو در آسمان میدونست هر روز بیشتر نمایان شده و میشه و خواهد شد. حالا امکان این وجود داشت، یعنی پس بلافاصله بعد از رنسانس امکان این وجود داشت که افراد به جای اینکه در چرچ ها و در مراسم کلیساها و مراسم مذهبی بتونن احساس مشترک ایجاد کنن، در تالارهای کنسرت، در تئاترها به موسیقی و نمایش های هنری متعالی و مسرت بخش که احساس مشترک در شنوندگان ایجاد میکرد گوش و چشم فرا بدن و احساس مشترک پیدا کنن که هیچ ریشه آسمانی نداشت. گوش کردن به کنسرت های بتوون و موزارت و هندل هیچ ارتباطی به یک رینفورس کردن و استحکام سازی خالقی در آسمان ها نداشت. هنر یک جنبه از وجود انسان رو واقعا به انسان نشون داد که زیباییاش برای همه انسان ها قابل درک و قابل شنیدن و قابل دیدن بود، در حالی که زیبایی های علم نیاز به تخصص تکنیکی بالایی داشت و تنها دانشمندان وسایل درک و لذت بردن از آن داشتن. هنر و زیباییاش به انسانهای معمولی اجازه داد، اجازه ابعاد جدیدی از لذت زمینی بردن رو داد که انسان رو به نظر من انسان‌تر کرد. حالا من میخوام در این رابطه درباره مقدمه‌ای که گفتم از شما پرسم که آیا خلاقیت هنری در جامعه پیشا مدرنیته و روشنگری راهگشای پذیرش انسان از قابلیت‌های خداگونش به نظر شما بود یا نه، و آیا به نظر شما این وجه مشخصه هنر که زیبایی‌های طبیعت و انسان رو برای تماشاگر ساده سازی می‌کنه
نقش برجسته‌ای در آمدن اومانیته و مدرنیته داشته؟ بله، بسیار جالب بحثی که ما داریم به هر حال مطرح میکنیم، به مباحث بسیار عمیقی برمیگرده، به خاطر اینکه ما در واقع اگر توجه بکنیم دنیای یونان گذشته، توجه به هنر، توجه به معماری، توجه به لذت، توجه به انسان داره. ولی پس از این دوران ما وارد یک دوران بسیار گسترده میشیم که همان دوران برحال در اروپا، دوران فودالیزم و دوران تسلط کلیسا و بالاخره انکیزیسیون هست که تا قرن 13 14 ادامه پیدا میکنه و پس از قرن 13 14 هست که عملا وارد دوران رنسانس و پس از اون دوران روشنگری میشویم. حال در واقع جامعه انسانی وارد یک دوران ظلمت میشه و این ظلمت در واقع تسلط مطلق کلیسا و خدا هستش و در اینجا در واقع آنچه که مهم هست اینه که در واقع جلوه خدایی و جلوه کلیسایی برجسته بشه و در واقع تحمیق اونها و در واقع تسلط یک جانبی اونها و انسان باید هیچ باشد. و از اونجایی که خود امر اومانیز یعنی چی؟ اومانیز بازگشتی هست به انسان و قدرت انسان، توجهی هست به تمام در واقع نیرومندی انسان در اختراعش، در آفرینندگی انسان. بنابراین قدرتی که رفته در درون کلیسا و به آسمان توجه داره باید از اون کنده بشه و بیاید در درون انسان. و این انسان فردی هستش که به زنجیر کشیده، فردی هستش که در واقع علی‌رغم گذشته هایی که داشته به عنوان مفهوم گسترده انسانی، عملا در چارچوب یک مکانیزم بسیار بسیار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و دینی محدودی قرار گرفته. پس بنابراین نگاه نقاشی، نگاه هنر، نگاه موسیقی، همین ها در واقع برمیگرده به چی؟ به قدرت انسان. و زمانی که انسان در واقع در جستجوی چیزی نمیتواند باشد، زیرا برده است، زیرا بنده است، بنابراین هیچ گونه هنری هم به اون ترتیب نمیتواند سرچشمه آغازینی داشته باشه، به خاطر اینکه هنر به اعتبار خلاقیت انسان، ظرفیت انسان میتواند حرف بزند. هنری که در یونان گذشته بود تبدیل میشه در واقع عملا به اصطلاح هنری که به عیسی مسیح و یا مریم و به این شخصیت های اینچنینی باید بپردازه و بنابراین از انسان های واقعی دور میشن. خب با توجه به این هست که اگر ما توجه بکنیم که به هر حال دورانی آغاز میشه که جهان میخواد چشمش رو باز بکنه، یعنی اون دوران رنسانس، و پنجره ها رو باز بکنه و نوری رو نگاه بکنه و این نور نوری هستش که عملا از برخی به یاد برخی تابلوهایی میافتم که متعلق به همون دوران رنسانس است و وقتی که مقایسه میکنیم در درون این تابلوها در واقع جلوه هایی از روشنایی دیده میشه، چهره باز میشه، کم کم خنده ها بر میگرده و بنابراین خود جسم انسان در واقع در تابلو به نمایش در میآید. اینها جلوه هایی از همون حرکتی هست که به سوی کشف انسان جدید هست. این کشف انسان جدید هنوز در واقع در یک مرحله تا یه حدود زیادی با احتیاط مواجه است، زیرا ذهن ها هنوز گرفتار همون مکانیزم دینی، همون مکانیزم خدایی هستند و برابری این ذهن باید خودش یک تحول جدیدی رو پیدا بکنه. و وقتی ما میبینیم این ذهن ها به اعتبار کارهایی که صورت میگی در اون دوران در واقع هم رنسانس هم روشنگری کم کم آغاز میشه و رشد پیدا میکنه، میبینیم که از مسئله خداپرستی و آسمان پرستی کشیده میشه به چی؟ به الحاد، کشیده میشه به دئیسم، کشیده میشه به دشمنی در واقع با دین، دشمنی سامان یافته، ستیز علیه دین. اینها در واقع حربه های انسان بودن که میخواستن بگن که آی آسمان، ما هستیم، من
قدرت الحاد دارم، من قدرت این هست دارم که با کلیسای تو بجنگم و بنابراین من باید خودم رو معرفی بکنم. و اگر خاطرتون باشه در واقع وقتی که من دارم به روسو فکر میکنم، ژان ژاک روسو در واقع در اون کتاب قرارداد اجتماعیش توجه میکنه به چی؟ توجه میکنه به انسان، منتها انسانی هستش که هنوز ابسرس، هنوز در واقع انتزاعی هستش، یک ارزش جدیدی رو داره مطرح میکنه که این قرارداد اجتماعی بین انسانها بسته شود. و وقتی که باز توجه میکنیم که در واقع به کتاب ارزم حضورتون سارت در ارتباط با کتاب معروفش که میگه که اگزیستانسیالیسم نوعی اومانیزمه، اگزیستانسیالیسم هستیگرایی نوعی اومانیزمه، خب نوعی اومانیزم رو از جمله به این ترتیب توضیح میده، این اومانیزم چیست؟ این اومانیزمه همان در واقع انسانگرایی که ما داریم صحبت ازش میکنیم، رجوع به قدرت انسانی در عرصه تفکر هست. یعنی همون جمله معروفی که دکارت مطرح کرد که من فکر میکنم پس هستم، سارت داره این رو میگیره به عنوان در واقع پایه‌ای برای بست تفکرش در چی؟ در این کتابش که بگوید که اگزیستانسیالیسمی که من میخواهم بگویم متکی بر اومانیسم هستش و این اومانیسم متکی بر چیست؟ متکی بر این هستش که همون گونه که دکارت گفت قدرت انسان در تفکرش هستش، قدرت انسان در شکوفایی فکریش هستش، قدرت انسان در پرسشگریش هستش. پس بنابراین اینجا یک حرکت جدید فیلسوفانه آغاز میشه که یک جلوه ای از دوران شکوفایی هست. در عرصه فلسفی به این ترتیب، در عرصه اجتماعی جدال و جنگ با قدرت های در واقع که حامیشون کلیسا هستن به این ترتیب خود رو بروز میده. و وقتی که ما میاییم جلو، اگر خاطرتون باشه جالبه ببینید، گوستاف فلوبر زمانی که ارزم حضورتون که مادام بواری رو نوشت، وقتی که شما وارد، البته در واقع به قرن 19 ما، ولی که این ادامه همون حالت بازگشت به انسانه یا توجه به انسان هستش، توجه انسان به همه چیز انسان، جسمش، روانش، نقشش، قدرت فکریش و از جمله یکی از ویژگی‌هایی که این کتاب داره، مادام بواری کیست؟ مادام بواری زنی هست که میخواد به لذت خودش بپردازه. برخی ها میگوین بلهوسی یا اون چیزایی که او دوست داره، احساسی که دوست داره، هیجان‌های بلافاصلهش میخواد بپردازه. از کاد و چارچوب سنتی در واقع بیرون میآید و میگوید که من هستم، من فرد، و این من فرد به این ترتیب در ضمن در کجاست؟ در خواستای او، در لذتهای بلافاصله او هستش. بنابراین مادام بواری نیز شخصیتی هستش که در دل این مناسبات، یعنی ما از کلیسا دور شدیم، دوران عقلانیت فرا رسیده و دوران عقلانیت میگه انسانها آمدن، و انسانها آمدن یعنی چی؟ انسانها یعنی قدرت اونها و همچنین احساس اونها، هیجان اونها. به این ترتیب هستش که ما میبینیم که عملا یک دنیای جدیدی باز میشه و دنیای با جسارت. جسارت میخواد که مادام بواری رو شما بنویسید و در اون شرایط که حتی البته دور شدیم از دوران رنسانس، ولی که بدون رنسانس، بدون روشنگری ما نمیتوانستیم به این برسیم. و شما یک دسته فکر بکنید که در کشورهایی که قدرت مذهبی بسیار بسیار محکم هستش، دیکتاتورهای مذهبی مانند ایران، مانند عربستان سعودی، آیا یک چنین رمانی قابل انتشار هست؟ حتی امروز که ما در قرن 21 قرار داریم، نه، نمیتواند قابل انتشار باشه، زیرا مکانیزم دینی و حتی مناسبات اجتماعی که در سطح جامعه وجود دارد برای بخشی از این مناسبات، این امر رو در واقع به بسیار بسیار خطرناک و در واقع زیان‌آور تلقی بله. میکنه. بنابراین به این خاطرم هستش که من فهم کنم که واقعا این مجموعه، این دورانی که شما مطرح میکنید و رابطه هنر در ارتباط با
انسانگرایی معنا پیدا میکند. بدون انسانگرایی ما نمیتوانستیم به تمام فرمهای هنری که در طی این 3 قرن اخیر رسیدیم دسترسی پیدا بکنیم. بله، این لذات مادی و دشمنی که مذهب باش داره بسیار مهمه و اصلا رنسانس تبدیل شد به یک دوران گذار از مقابله با لذت به دوران پذیرش لذت. مقابله مذهب با لذات مادی و نمایش زیبایی های نهفته در طبیعت انسان که بدن انسان هم جزء طبیعتش هست، ریشه واقعا در تلاش مذهب برای تمرکز قدرت در دست خودش و حتی لذت در موجودی و ساختن لذت و ترغیب انسانها برای دیدن و لذت بردن از یه موجود موهومی در آسمان که خودشونم خود اون مبلغین این تفکرم نمایندگان این دروغ بزرگ بودن داشت. واقعا همچین تلاشی در به وسیله مذهب هم قبل از رنسانس و هم بعد از رنسانس انجام شد، منتها هنر تونست حتی پیش از علم ما رو مسلح بکنه، انسانها رو به یک سلاح پرقدرتی که همین امروز هم ما داریم در جمهوری اسلامی میبینیم که دشمنی جمهوری اسلامی با جنبه های زیادی از مدرنیته، یکی از اون جنبه های مدرنیته که یک حکومت مذهبی و مذهب به طور کلی باش مخالف هست ملیگراییه، یک جنبه دیگهش هنره. به طور کلی انسانها از ابراز تعلق به آب و خاک که ملیگرایی لذت میبرن، یک لذت مادیه، از هنر لذت میبرن که یک لذت مادیه و این تلقینی که به گذشتن از لذات دنیوی مذهبیون میکنن که بعضا در بدن این لذات مبنای این لذات در بدن انسان تعبیه شده، واقعا به هدف، اگر آدم فکر بکنه که به چه هدفیه، به نظر میرسه که به هدف جلوگیری از برجسته شدن افرادی که پیشینه مذهبی ندارنه. یعنی شما در دنیایی که هنر میتونه در انسانها اون احساسی که مثلا سمفونی شماره 40 موزارت در شما ایجاد میکنه یا موسیقی بتهوون در شما ایجاد میکنه، اگر این اجازه رو بدن، بعد بتهوون و موزارت و هندل و باخ میتونن مقابله بکنن در محبوب شدن در بین مردم، میتونن مقابله بکنن با رهبرهای مذهبی و کسی حق نداره در یک جامعه مذهبی که به محبوبیتی و به قدرت معنوی بالاتر و والاتر از رهبران مذهبی پیدا بکنه. در دنیای بر اساس اومانیزم واقعا سلبریتی های نه تنها هنری بلکه ورزشی و سیاسی هم از بسیاری از رهبران مذهبی محبوبترن و قدرت رهبری فکریشون بسیار بالاتر از رهبران مذهبیه. شما اگر مثلا در همین امریکایی که من زندگی میکنم هنرپیشه‌هایی هستن مثل انجلینا جولی که یک انسان بسیار والاست و کارهای بسیار خیری میکنه، کارهای بسیار خوبی میکنه، به آفریقا میره، در کشورهای آفریقایی از پول خودش خرج میکنه. اوپرا وینفری کسی هست که سرمایه گذاری زیادی در آفریقا کرده. جورج کلونی یک کسی دیگه هست که یک سری از سیاست های بر علیه بردهداری رو باش مخالفت کرده، طرفدار سرسخت استقلال مردم سودان جنوبی هست و تمام شان پن یکی دیگه از سلبریتی هایی هست که خیلی در مسائل سیاسی اهمیت داره، در گذشته هم بودن، در تمام نسل های هنرپیشه های گذشته. در فرانسه شما ایو مونتان بود که در واقعا وزیر فرهنگ کشور شد ولی تا یه مدت زیادی هنرپیشه بود که در فیلم های بسیار سیاسی هم بازی میکرد. من فکر میکنم در فیلم زی بازی کرد، در فیلم استیت آف سیج بازی کرد و محبوبیت بسیار جهانی پیدا کرد. این هنرپیشه ها در و هنرمندا به طور کلی، هنرمندا، نقاش ها، مجسمه سازا، هنرپیشه ها تونستن به یک سلبریتی، به یک محبوبیت و قدرت معنوی جهانی پیدا بکنن که تونست بسیار کازشون رو جلو ببره. و هنر در به تجسم در آوردن زیبایی های بدن توی هم توی سینما و هم توی نقاشی در زمینه های مختلفی، نه فقط سینما و نقاشی، مجسمه سازی و حتی در ادبیات و تئاتر و اینا هم واقعا به عبادتگاه جدید بشر این هنرها رو تبدیل کرد. دیگه انسان ها اونقدی تمایل به رفتن به کلیسا برای اینکه
موسیقی باخ رو گوش بکنن نداشتن، بلکه میتونستن به کنسرت هالا برن، به سینما ها برن، به تئاتر ها برن، یا ادبیات در آثار ادبی رو بخونن. در ادبیات هم نوشتن رمان رسم شد، رمان های اثرگذاری که در مرکز اون انسان قرار داشته. قبل از اون نوشته های تاریخی در مرکزش انسان ها وجود نداشتن، رمان یه داستانی که در مرکزش انسان قرار داره و به تحکیم جایگاه ایدئال های فلسفه روشنگری رو ادبیات هم به این به همچین چیزی پرداخت. یه نویسندگانی مانند روسو که اون رمان جولی رو نوشت، بومارشه که نوشتن کتاب ازدواج فیگارو، مریج و فیگارو، یه تمای سیاسی رو از طریق رمان و حتی بعضی وقتا هم کمدی تونستن به صحنه بیارن و محبوبش بکنن و قدرت خودشون رو در نوشتن اثرایی که انسان در مرکزش هست و از خلاقیت هنری خودشون برای اینکه انسان رو عمده بکنن استفاده کردن. همونطوری که بزرگداشت خرد انسان به وسیله دانشمندان و متفکرین به عنوان یه چیز عالی و کامل سزاوار حیرت و تحسین بود، هنرم پیش هم پیش و هم 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 پس از روشنگری راهگشا و واقعا مستحکم کننده دستاوردهای روشنگری بود. حالا من میخوام از شما بپرسم که به نظر شما دشمنی مذهب با زیبایی های نهفته در بدن انسان و تلاش سترگش برای نادیده گرفتن و پرده کشیدن بر زیبایی های انسان به چه علتی بوده و خود این تلاش از طرف مذاهب آیا هنر رو به سلاح پرقدرتی بر علیه مذهب تبدیل نکرده؟ بله، سوال بسیار اساسی هستش، به این خاطر که وقتی شما میفرمایید آیا دشمنی مذهب با در واقع زیبایی های مربوط به انسان عملا و پرده کشی کردن روی اینها عملا چه نتیجه ای داشت و این می شود گفت این عصیان انسان در واقع علیه خدا، علیه مذهب، به نحوی شاید همون در واقع انتقام جویی انسان نسبت به خدا هست. خدا باید برای نشان دادن قدرت خودش باید انسان رو به نقطه صفر می کشند. نقطه صفر یعنی نه تو قادر هستی بیندیشی، نه تو قادر هستی بیافرینی و تمام قدرت فیزیکی تو هم در برابر قدرت در واقع آسمانی خدا بیمعنا هستش، تو شکست خواهی خورد، تو نمیتوانی قهرمان واقعی بشوی. حال زمانی که ما میبینیم که انسان ها در واقع در این مسیر تمام قدرت خودشون رو در هنر نشون میدن، در مجسمه ها نشون میدن، در رمان می نشون میدن، در موسیقی کلاسیک نشون میدن، در تئاتر نشان میدن، این بیان چیز نوعی انتقام در برابر خدا هست که بگوید که بله تو میگویی که من خلق میکنم، تو میگویی که من میآفرینم، ببین من انسان دارم میآفرینم. این در واقع زبان هنر زبان انسانهایی هست که در برابر خدا سرکشی کردن، عصیان کردن برای اینکه وجود خود رو به اثبات برسانند. و به این خاطرم هستش که عملا اون بخش از انسانهایی که این درک عمیق رو پیدا کردن از جمله در واقع قرش میکنن علیه خدا. ما میدونیم به هر حال یک نگاهی در اومانیسم وجود دارد که میگوین نوعی نگاه دینی هست، نوعی نگاه عرفانی هست، در این حال که در ضمن یک نگاه دیگه در اومانیسم وجود دارد که نوعی نگاه سکولار هست، نوعی نگاه انسان باور هست. اونهایی که در نگاه در واقع اومانیسم عرفانگرایانه هستند در واقع عملا از انسان صحبت می‌کنند، ولی این انسان زیر کماکان بردگی و یا در واقع قدرت نیروی مرموز قرار داره. این انسان میخواد بگه که من میرم کشف میکنم. کجا رو کشف میکنه؟ چه چیزی رو کشف میکنه؟ یک قدرتی رو میخواد به اصطلاح کشف کنه که این قدرت قدرت رازگونه ای هست و اون هرگز چیزی رو کشف نمیکنه، ولی در توهم خودش میگوید من انسان اون انسان واقعی خواهم شد زمانی که به عرصه
الهی برسم، به نقطه در واقع آسمانی برسم. حال در برابر این نوع اومانیزمی ما داریم که اومانیزم سرکش، اومانیزم آزاد، اومانیزم متکی بر قدرت انسان ها هستش، و ما باید در تاریخ خودمون، ادبیات خودمون نیز نگاه بکنیم و تشخیص بدیم حداقل این دو اومانیزم رو، و پرورش بدیم به خصوص اومانیزم در واقع غیر عرفانی رو. به چه خاطر؟ به این خاطر که زمانی که انسان ها از بند دین کم و بیش می توانند به اصطلاح دور بشن، چه بسا یک مرحله دیگه برای ذهن خودشون در نظر بگیرن که این انسان از دین خارج میشه ولی میره در درون عرفانگرایی خودش. این هنوز انسان آزاد نشده در اینجا، انسان به خودش باید برگرده، به همین قدرت و آفرینش باید برگرده و سرکشی خودتو نسبت به نه تنها خدا بلکه مجموعه نیروهای مرموز که شکلی از اونها در خدا یا الله متجلی می شود باید نشون بدهد. و به این خاطرم هستش، به خاطر به فکر این افتادم که یکی از نویسندگان دوره رنسانس که یک نویسنده ایتالیایی هستش، پیکوت لامبر آندولا، میگوید ای انسان تو باید سرنوشت خیش را بدون فشار و هر گونه حصار و صرفاً به وسیله قدرت اختیاری که به تو داده شده است معین بکنی. و این خیلی مهمه، یعنی چگونه این انسان از درون حصار بیرون بیاید، قدرت خودش رو نشان بدهد. و این قدرتی که در زمان رنسانس به این ترتیب داره نشون میده، شما نگاه بکنید در تمام در واقع قرنهای همین دوران رنسانس، بعدش روشنگری و بعدش در واقع تا برسیم به قرن بیستم و قرن بیست و یکم، حجم عظیمی از گرایش های هنری، خلاقیت های هنری، رمان، شعر و غیر و غیره بسیار بالا آمد. به چه خاطر؟ به خاطر که انسان ها آزاد شدن و چون آزاد شدن ساختن و خودشون رو در واقع به این ترتیب واقعیت خود و یا سرشت خود رو نشون داده. البته برخی ها میگوین که بله، این انسان ها همیشه به حال این جنبه ها در سرشت انسان ها میتواند وجود داشته باشد، ولی به حال من فکر میکنم که این سرشت در ضمن در بستر جامعه، در بستر پرورش، در بستر آموزش و در شرایط بسیار عادی و در ضمن پر قدرت میتواند خودشون رو نشان بدن. سرشت انسان ها در یک مناسبات دیکتاتوری مذهبی کاملا کوفته میشود، حال آنکه در یک شرایطی که انسان ها دارن به قدرت خودشون میرسن، این انسان ها در واقع میتوانند قهرمانی های جدیدی انجام بدن. یک نکته هم میخواستم اضافه بکنم، خاطرتون هست ما به عنوان نمونه میگن هنرهای یک موزه لوور که شما برید یک جایی نوشته هنرهای اسلامی. من یه روزی به در واقع با یکی از مسئولین موزه لوور در واقع درگیری لفظی پیدا کردم، محترمانه البته. گفتم که شما به چه دلیل میگویید که هنرهای اسلامی؟ به چه خاطر؟ هنر اسلام کجاست؟ و وقتی که گفتم که شما ببینید در این بخش نگاه میکنید، از جمله یک نقاشی مینیاتور رو گذاشتید که در واقع ایرانیه و این رو شما به عنوان هنر اسلامی معرفی میکنید. به علاوه باز هم نگاه کنید، دقت بکنید، در این هنر مینیاتور در واقع شما زنانی رو میبینید که دارای گیسوان در واقع در باد با برهنگی خود در اونجا ترسیم شدن. شما به چه دلیل میگویید که این هنرهای اسلامی هستش؟ شما این رو در واقع دارید جعل میکنید. بعد به من این چنین گفت، گفتش که ما بحثای گوناگونی داشتیم و از جمله یک سری از افراد ژورنالیست های کشورهای در واقع عربی بودن که اونها اصرار داشتن که ما این رو بگذاریم هنرهای اسلامی. دو گفتم نه تنها این هنر اسلامی نیست، بلکه اونجایی هم که شما برمیگردید به معماری های به عنوان نمونه مسجد ها،
شما نمیتوانید اون رو به عنوان هنر اسلامی معرفی بکنید. چرا؟ بله به خاطر اینکه یک در واقع سفارشی است از جانب یک فرد قدرتمند و بر پایه اون فضای عمومی که وجود دارد یک فرد هنرمند، یک معمار هنرمند با تمام شگردها، با تمام قدرت تصوراتی که این بابا داره بله میاد و طرحها رو به این ترتیب میریزه. پس بنابراین این قبل از اینکه اسلامی باشه انسانی هست. بله بله این نکته خیلی ظریفیه پروفسور ایجادی. مثل اینکه مثلا تمام دستاوردهایی که سینمای ایران پس از جمهوری اسلامی داشته رو بهش میگن سینمای جمهوری اسلامی. اینها سینمایی است علی رغم وجود جمهوری اسلامی. اون مینیاتورها هم هنری است علی رغم اسلام، یعنی هنری است که با وجود دشمنی اسلام با هنر انسان ها تونستن یه همچین هنرهایی رو ایجاد بکنن. اگه شما به تاریخ هنر فکر بکنین میبینین که شما که جامعه شناسین خیلی بهتر از من میدونین که ابتدا انسان قابلیت های خودش رو در خلق هنر روی دیوار غارهای انسان های غارنشین به شکل عکسایی که از زندگی خودش، یعنی مشاهدات خودش رو، چیزایی که میدید رو دید که خودش قابلیت اینو داره که نقاشی بکنه، مشاهداتش رو بازتاب بده روی دیوارها و در حقیقت هنر به عنوان بازتاب دهنده مشاهدات انسان به وجود اومد. بعد در ادامه خودش دید که انسان ها دیدن که این هنر نه تنها میتونه واقعیات ایستا رو منعکس بکنه، بازتاب بده، بلکه میتونه خلق معنا بکنه. اون وقت برای روند خلق اون هنر، اون اثر هنری باید به معنای اون چیزی هم که خلق کرده بیاندیش. یعنی بعد از اینی که انسان ها نقاشی ها رو روی دیوارهای قارشون کردن، بعد با تماشای به این نقاشی ها و مقایسه اون با واقعیت ها دیدن معنایی در این نقاشی ها نهفته است که متفاوت مقداری با اون واقعیتی که این از اوش نقاشی شده که این قرار بازتاب اون باشه. بعد به قابلیت معنای متفاوت از واقعیت، یعنی به قابلیت پرواز ذهن خالق هنر پی بردن. و هرچند که واقعا هنر به عنوان همونطوری گفتم آینه طبیعت در اون قرون پیش از روشنگری رواج پیدا کرد، ولی محدودیت های مذهب، مذاهب به سرعت این قابلیت رو فهمیدن. مرجعیت مذهبی فهمید که هنر قابلیت تولید معنا داره و این خلق معنا بسیار برای مرجعیت مذهبی مشکل سازه و در اون چه که قابلیت هنر در بردن ذهن انسان به ورای خالق نمایندگان روی زمین، خالق آفریدگار میدیدن، واقعی که این قابلیت رو دیدن واقعا به وحشت افتادن و محدودیت های ساختن مجسمه ها یا چیزی که بهش میگن بت ها و نقاشی ها به ویژه از انسان هایی که بتونن بجز مذهب و بجز کلیسا و بجز مناسک مذهبی شکوه و جلال زندگی آدم های عادی رو به عنوان اعتبار اون آدم ها، آدم های ثروتمند، آدم های زیبا، آدم های ماهر از طریق تصویرسازی اشاره بدن برای کلیسا و مسجد و کلیسا بسیار بسیار خطرناک بود. برای اینکه هنر از کمتر ایدهی به اندازه آزادی الهام میگیره. همونطوری که هنر در خلق هنرهای جدید، یعنی تولید معنا، آزادی در فکر کردن رو و بعد به تصویر کشیدنش رو کشف کرد، اون وقت یواش یواش به این پی برد که میتونه اصلا هنر در خدمت آزادی باشه. میدونیم که این اون چیزی که بهش میگن استتیک یا زیبایی شناسی در مقایسه با اخلاقیات واقعا بحث برانگیز در مورد اراده آزاد و جبر واقعا مسئله زیبایی شناسی این نیست، در حالی که مسئله اخلاقیات اینه. اراده انسان چیه؟ اراده آیا انسان اراده آزاد داره؟ جبر داره؟ در جبر محدود؟ اینا موضوع آزادی رو هنر به یه شکل عجیب و غریبی ورای فلسفه اخلاقیات به میون کشید و این اون چیزی است که ملحوظ در همه نظریه های خلاقیت های هنری. اون وقت ما دیدیم که هنرمندا به سرعت به این قابلیت خودشون پی بردن که میتونن به آزادی زیبایی ببخشن، تصاویر زیبا رو از زیبایی، مفاهیم زیبا از مفهوم زیبایی تصاویر زیبا بسازن و این برای دم و دستگاه مذهب بسیار بسیار هزینه بر بوده، هست و خواهد بود. به همین خاطر الهیات
به ماشین تولید روایات برای محدود کردن هنر تبدیل شد. الان شما اگه ببینید دم دستگاه مرجعیت مذهبی شیعه چیزی به جز روایات نداره. اگه خودش رو از روایات بکنه و محصور در قرآن بکنه، تمام این دم دستگاه خلافت جمهوری اسلامی مذهب شیعه در هم فرو میریزه. اینجاست که خلاقیت هنری تولید و قابلیتش در تولید معنای جدید میتونه بسیار بسیار خطرناک برای مذهبیون باشه. شما البته بهتر از من میدونید که خلاقیت در توسعه اقتصاد و تکنولوژی اثر فراوانی داره. در همون حال هم شما میدونیم که به لحاظ اینی که اصول مذهبی همیشه اعلام شده که تماماً و کاملاً و نهایی‌اً، به همین خاطری که مذهبیون اصول مذهبی رو اینجوری اعلامش میکنن و اینجوری تلقیش میکنن و اینجوری به خورد مردم میدنش، اصول مذهبی با خلاقیت میونه نداره. شما خلاقیت به درد مذهب نمیخوره، میخواین با اصولی که تمام و کمال و قابل تغییر نیست، خلاقیت به درد چی میخوره؟ خلاقیت به درد تغییر میخوره. تغییر هم مغایرت داره با مذهب. آیا خلاقیت که نیاز به آزادی داره، پروفسور ایجادی، میتونه در جامعه مذهبی به نقش خودش در اعتلاء اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و علمی بپردازه؟ پرسشی که میفرمایید در واقع در دل خودش جواب خود رو هم نیز دارد، به خاطر اینکه به هر حال ما میدونیم که نظام‌های دینی نظام‌های بسته‌ای هستند، نظام‌هایی هستند که تابع قواعد و احکام ثابتی هستند و آنچه که در واقع معین شده عدول از آنها بیان گناهکاری انسان تلقی میشه و همیشه یک در واقع در ذهنیت انسان، ذهن انسان، ناخودآگاه انسان زیر پتک تمام احکام دینی مرتبا چکشکاری میشه که اینها خطا نکنن و افراد بنده و افراد وابسته به اون نظام دینی باشن. برابر این نظام دینی هرگز نمیتواند برای انسان خلاقیت رو در واقع پشتیبانی بکنه، هرگز نمیتواند آزادی رفتار انسان رو معنا ببخشه، و اون هم حتی با توجه به، حالا من در ارتباط با آیین‌های مختلف نمیخواهم بگویم، ولی که در ارتباط با آیین‌های ابراهیمی این امر کاملا روشن هستش و به ویژه در آیین‌ها یا به حال مذاهب مربوط به اسلام این به شدت در واقع اجرا می شود. یعنی این سرکوب و این در واقع یکسانسازی انسان ها، همه باید در واقع در برابر الله در واقع کوتاه بیایند. زمانی که قرآن به شعرا در واقع می پردازه و آنها را به مسخره می گیرد، زمانی که قرآن می گوید که همه زندگی شما تقدیری هستش که الله برای اونها تصمیم گرفته و الله میداند که هر کاری که شما بکنید در واقع از موی رگ گردن شما به شما نزدیکتره، پس مواظب باش، خطا نکن، مواظب باش، تو رو به جهنم میفرستم. مرتبا این گونه در واقع گفتمان ها یا روایت ها بر مغز انسان ها به عنوان یک چکش قاطع فرود می آید و ذهنها رو کوچک می کنه، ذهنها رو علیل می کنه، فلج می کنه، و به این خاطر هستش که تمامگونه که گفتیم دو نفره که آنچه که در سرزمین های اسلامی صورت گرفت به عنوان اندیشه فلسفی یا به عنوان در واقع در عرصه هنر و غیر و غیره، همین ها در واقع نوعی مقابل جویی با همون حصار دینی بودن. شما در ارتباط با حافظ داره کل شعرش رو در ضمن به این اختصاص میده که چگونه با نیرنگ بازان مذهبی باید جدال بکنه، باید بله. مبارزه بکنه. به این خاطر هستش که من فکر میکنم که امروز در ارتباط با جهان کنونی ما و از جمله جامعه ما، واقعا هنرمندان باید دارای آزادی کامل باشند. هیچ بله. اما اگری اونها نباید داشته باشند. اینکه اینها مسئله اساسی مسئولیت آنها، احساس مسئولیت اونها هستش، ولی کسی که بگوید تو هنرمندی ولی مواظب باش،
این یعنی همان دیکتاتوری است و این رو باید کاملا ترک کرد. یعنی مرز هنر و روند خلق اون، یعنی در حقیقت مرزی نمیشناسه و هنرمندان نباید مرز رو بپذیرن. به محض اینکه مرز رو بپذیرن، خلاقیت خودشون رو مورد تهدید قرار دادن. در وقت میتونیم بگیم که در خلال خلق هنر، هنرمند حس میکنه که میتونه هر آنچه که تصویر میکنه رو تصور میکنه رو خلق کنه. تنها اون وقت اگه همچین چیزی رو بپذیریم، فقط مرزهای مصنوعی برساخته در ذهن هنرمنده که خلاقیتش رو محدود میکنه و نباید اینو هیچ وقت بپذیره. این پایه فلسفه فکری اومانیزمه که در اون انسان میتونه به حد اکثر پتانسیل خودش به وسیله تبدیل اون به مهارت از طریق علم و دانش برسه و برای این کار نیازی به برای اتصال به نیروهای ماوراءطبیعی و الهام الهی نیست. در حالی که اون وقت دنیای دانش که من به اون دنیا تعلق دارم باید منتظر اختراع ابزارهای مانند تلسکوپ و دستگاه چاپ و ماشین و بخار میشد تا بتونه پرسش‌های بنیادی رو پاسخ بده. هنرمندا نباید این کارو میکردن و رابطه بین پتانسیل نهان بشری و قابلیت تبدیل اون به مهارت و رسیدن به کمال رو در دنیای علم طی کنن. هنرمندا از طرف دیگه تنها درگیر محدودیت‌های ذهنی ساخته شده به وسیله مذاهب که هر گونه آزاد فکری و به ویژه در جنبه های زیبایی شناسی بدن انسان رو نهی می‌کردن بودن. خلق زیبایی نهفته در طبیعت و دوری کردن از توهمات و بهشت و دوزخ واقعا ساخته مذهب انسان‌ها رو واقعا به فضیلت طبیعت آشنا کرده. واقع فضیلت طبیعت بود که به انسان اون اطمینان خاطر رو داد که دسترسی به همه زیبایی ها و کمال در روی این کره در دسترس انسان هست و انسان ها به هیچ چیز دیگه ماورای طبیعی احتیاج ندارن برای اینکه بتونن تمام زیبایی های طبیعت رو خلق بکنن و برای اونم خلق بکنن. و مهمتر اون که برای دسترسی به این زیبایی ها و دانش نهفته در طبیعت، انسان ها به طور کامل مسلح به یک ذهن بسیار پیچیده که قابلیت خلاقیت هنری و علمی داره هم تازه هستن، بنابراین نباید در مقابل مرجعیت مذهبی کرنش کنند. پروفسور ایجادی، آیا در این رابطه شما در صحنه هنر ایران در 120 سال گذشته و حتی پیش از انقلاب مشروطیت صحنه هایی و تلاشی برای استفاده از هنر برای آوردن مدرنیته به ایران و تمرکز اشاعه فرهنگ اومانیسم دیدین؟ ببینید بلافاصله من به فرض میتوانم فکر بکنم کار هدایت، خب این کار هدایت یک ابتکار بسیار مهمی در رمان نویسی هستش، جمالزاده قبل از اون، و این اقدام یعنی چی؟ باز کردن فضای ایران که در چارچوب افکار دینی و اعتقاد دینی هستش، یک پنجره باز میکنه، میگه ببین نگاه کن هنر در ذهن چی؟ رمان نویسی نیز وجود دارد. ما شعر رو داشتیم، ما حماسه های در واقع شعری رو داشتیم خوشبختانه، منتهای مراحل در ضمن باز کردن این مناسبات نسبت به تجربه های دیگر انسانی هستش. بله. ما در ارتباط با تمام در واقع مکتب های مدرن در عرصه ادبیات، در عرصه نقاشی، تئاتر، سینما نداشتیم. اینها بله. از کجا آمد؟ اینها در واقع به ابتکار کارهای افرادی که هنرمند بودن علارغم اون بستگی جامعه این شعور این قدرت رو داشتن که آمدن. و به این خاطر هستش که من در اجازه بفرمایید سه نکته رو میخوام به جنبندی خودم در جنبندی خودم بگم و پس از اون دیگه به پایان میرسیم فکر میکنم. یک، این که ما یادمون باشه اصل گوهر انسانی هستش، یعنی همون مغز انسان، همون در واقع ظرفیت انسان که میتواند متحول بشه و از انسانها میشود به این ترتیب بهره برداری کرد. دو، در ارتباط با اینکه اون فضایی که درش هستن قانون و آزادی که بر پایه اون قانون هستش، اون قانون هرگز نباید محدود کننده آزادی بله. باشه که اینها بتوانند عمل بکنن. و بالاخره نکته سوم
شرایطی باید تولید کرد، شرایط آموزشی، شرایط فرهنگی، شرایط مربوط به مدرسه، به دانشگاه، به رادیو تلویزیونی که در یک مملکت هست، به بودجه های لازم که در این بستر انسان ها بتوانند فرزندان خودشون رو، نسل های خودشون رو بله. بیش از پیش به تمام این عرصه‌های هنری نزدیک بکنن که اونها بتوانند بالاترین خلاقیت رو در جامعه به کار بگیرن. بله، کانت میگه انسان دینخو هنوز صغیره. وقت صغیر بودن به معنی نداشتن جرأت مواجهه با واقعیات. کشف هنر تصویرگری ابتدا برای ثبت مشاهدات همونطوری گفتیم و ارتباط برقرار کردن و بعدش هم واقف شدن به قابلیت حمل معنا و گسترش و اطلاع واقعیات و به تصویر کشیدن احساسات، ارزش‌ها، معیارهای اخلاقی، نیازها و ترس‌ها و خوشحالی‌های بشر، به بشر مجال درک صغیر بودن خود در چنگال مذهب رو داد. دست بردن در ارزش‌های مذهبی در یک قاب و یعنی نقاشی و مجسمه‌سازی و سینما و تئاتر و قابل رؤیت برای همگان کردنش واقعا توان به چالش کشیدن مذهب رو به انسان‌ها داد و این توان برای مرجعیت واقعا بسیار خطرناک بود. بنابراین نقاشی و خارجی کردن و به بیرون آوردن و ظاهر کردن بنیادی طبیعت بود که بسیار نقش یعنی گناه هنر این بود. هنر طبیعت رو نه حقیقتی پوشیده بر چشم جان بلکه قابل به تصویر کشیدن با رنگ و خط و نور رو واقعا اعتقاد داد. یه کسی به اسم فیلسوف آلمانی به اسم هربرت موزس در کتاب هنر و رهایی آرت و لیبریشن به هنر به عنوان ابزاری بر علیه بیگانگی انسان نگاه میکنه و بیگانگی نسبت به زندگی در کتاب بعد زیبایی یا استتیک دیمنشن که مال مارکوزه هست، نظریه هنر رو به عنوان آشکار شدن تصاویر آرمانی و خوشحالی که به دنیای مستبد و بیگانه پشت پا میزنه معرفیش میکنه. در دنیای بیگانه از بافت واقعیت و راه‌های غلبه به اون از طریق جستجو برای آزادی انسان‌ها به سادگی برده زهد فروشان می شدن در دنیای قبل از مدرنیته و رنسانس و به تولید خرافه و مذهب به عنوان مبانی حقیقت و روش خوب زندگی کردن می پرداختن. مارکوز دوگانگی روشنگری خردورز و زهدیت عین‌گرایانه سابجکتیو پایتیزم رو عرضه می کنه. واقعا ما در رابطه با مقابله هنر با مرجعیت مذهبی اینو میبینیم، این دوگانگی زیست تجربی رو واقعا به ایدالای زیبایی شناسانه واقعا واگذار و تسلیم میکنه که در درون واقعیت مذهبی اینا قابل حصول نیستن. در دوران روشنگری هنر به ویژه نقاشی و مجسمه سازی به قدری پیشرفت کرده بود که بتونه منادی فرارسیدن عصر جدیدی باشه. نقاشی و مجسمه سازی، این چیزایی که در موزه لوو میبینیم، توانایی های درونسازی روشنگری خردورز رو واقعا در نماهایی که معنی و خردورزی رو بر دکوراسیون و تزئینی بودن ترجیح میداد واقعا به چشم ما رسوند. تفکرات خردورزانه واقعا در درون هنرمندان و اعتقاداتشون به برتری تجربه و روش علمی رو تبدیل به ژانرهای محبوب هنری کرد. نقاشی هایی که نور رو بر روند پژوهش و تدریس مینداختن محبوب شدن. در میون اینا نقاشی معروفی هست به اسم نقاشی تدریس فیلسوف با مدل های منظومه شمسی، نشون داد که هنر میتونه واقعا تدریسگر علم هم باشه. اگر واقعا حالا در این رابطه من میخوام یه سوالی بدم که از شما بپرسم که یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، آیا ما نقش هنرمندان رشته سینما، موسیقی و تئاتر رو در انقلاب 57 هم من دیدم هم شما دیدیم، ولی به موجب تاریخ نقش هنر در روشنگری و مدرنیته اروپا ما انتظار داشتیم که هنرمندای زمان ما سینما و موسیقی و تئاتر رو در راه اصلاح اسلام و خدمت به حکومت مدرن پهلوی استفاده بکنن، نه بر علیه اون و برای آوردن برای مستحکم کردن جایگاه مذهب و ضد مدرنیته. و آیا به نظر شما این قابلیت هنر در مرحله بعدی گذار ما به دموکراسی به وسیله هنرمندان ما شناخته میشه و از این هنر استفاده میکنن که به مبارزات ملت کمک کنن؟ ببینید،
صحبت شما به یادم میاره که ما در زمان استالین در واقع یک مکتبی که داشتیم، یعنی مطرح میکردن هنر متعهد در خدمت سوسیالیسم بود، و این هنر متعهد در خدمت سوسیالیسم در واقع یک هنر ایدولوژیکی بود. در زمان انقلاب اسلامی هم کسانی بودند که در دوران پهلوی دوم به کارهای هنری راسیونل پرداختن، اونها رو روش دادن، ولی که اون بخشی که اومد در جستجوی این بود که در واقع یک انقلابی به وجود بیاید، این هنرها تبدیل شدن به چی؟ در مانند شاعرانی که دیدیم، مانند نویسندگانی که دیدیم، اینها تبدیل شدن به یک هنر ایدولوژیکی اسلامی. بله. و این بیان چی؟ سقوط اون هنر بود. اون هنر نبود، اون انحداد بود. بنابراین هنرمند باید از هر گونه مکانیزم های ایدولوژیک دینی بپرهیزد، به اصل قضیه که همون انسانگرایی هست بپردازد، و بله. انسانگرایی رو در پرتو آزادی و در پرتو آفرینندگی انسانها توضیح بدهد. یک دنیا سپاس از شما پروفسور ایجادی. به پایان تالار 131 اومانیته مدرنیته و گذار به دموکراسی با عنوان نقش هنر در فلسفه اصالت انسان که بخش 19 هم از این سری برنامه ها بود رسیدیم، و به اتفاق شما پروفسور ایجادی از بینندگان خوب خودمون خداحافظی میکنیم تا هفته آینده با عنوانی جدید از این گفتگوها. سپاس از شما.